بانو آرینا در پی چیز؟ توهین و یارش خندمدن به مقدسات اسلامی و یا خیر؟ در این روزها در صفحات اجتماعی ویدیویی از بانو آرینا سعید در صفحات مجازی دست به دست می شود که نشان می دهد بانو آرینا مستقیماً به مقدسات اسلامی و حجاب توهین و تمسخر نموده است. در این ویدیو دیده می شود که بانو آرینا از حجاب حرف می زند و باور هم ندارد به حجاب. می گوید من مسلمان و با حضور هستم، بدنم پاک و صاف است، مثل شما بوی نمی دهد. کسانی که حجاب می کنند بدنشان هفت خر مردار بوی بد می دهد. من آزاد و همین شکل هستم اما نماز می خوانم. اگر نخوانم هم مربوط به خودم می شود. در اینجا خداوند متعال می فرماید و با آنان زنان با ایمان بگو چشمهای خود را از نگاهی که حفظ حالود فرو گیرند و دامان خیش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان هست آشکار ننمایند و اطراف روسری هایی خود را بر سینه خود افکنند تا گردن و سینه با آن پوشانده شود و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرشان یا پسرانشان یا پسران همسرشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا کنیزانشان یا افراد صفه که تمایل به زن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند و هنگام راه رفتن پای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانشان دانسته شود و صدایی که خلخال که برپا دارند به گوش رسد و همگی به سوی خدا بازگردید ای مؤمنان تا رستگار شوید. و همچنان در این مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند حجاب را برای زنان واجب نمود تا از چشم بیماردلان در امان بماند. زنان به مسابقه جعفر گرانبهای نمی از شما را تشکل داده و مسئولیت مهم تربیت نسل‌های آینده را به عهده دارند. لحاظ دین مبین اسلام از طریق حجاب واجبات مسئولیت آنان را فراهم نموده است. این ویدیوی آرینا خشم هزاران فرد کاربران اجتماعی را به دنبال داشته است. جاوید پوپل می گوید آرینا حالا پاک شده اما روزهای اول کار خود طرفش دیدن نمی شد و گذشته از این هرکس به نابیگی خود تصاویر و ویدیوی مربوط به آرینا را در صفحات مجازی به نشر می رساند. اما در این مورد انتقاد تندی وکیل فرشته کویستانی را آرینا به دنبال داشت. این چنین گفته که اگر صبح بدن دانه خود را برسه کنم از دهن کسیف تو قدر زیادتر و خوشبوتر هستم، چون من مسلمان هستم، سر به سجده میبونم، نماز میخوانم، خدا را یاد میکنم، مثل تا مانند تو نیست که تمام بدن خود را برای مردم نشان بتم و مردم را جلب جذب کنم. نگفتن نباید گذاشت که چندین سال پیش برنامه‌ای توسط نستوی نادری از تلویزیون نورین به نشر می‌رسید که بانو آرینا رسما توسط علمای دین محکوم به سنگسار شده بودند. در اینجا دوستان یکی از حاکمان را برای شما بیان می‌نمایم. یکی از حاکمان بن عباس از مردمان مالیات زیاد می‌گرفت. برای که او خبر آوردند که مردم شهر بلخ یکی از شهرهای کشور افغانستان از به خاطر فقر قادر به پرداخت مالیات سنگین نیستند. حاکم عباس ولی بلخ را هزار کرد و به او دستور داد برای گرفتن مالیات به مردم سختگیری کند. ولی هم برای حفظ مالیات مردم فقیر بلخ را تحت فشار قرار داد. مردم که توان پرداخت مالیات سنگین را نداشتند، تصمیم گرفتند که نزد همسر ولی که زن مؤمنه هست بروند و از او بخواهند که نزد ولی وساطت کند. همسر ولی به خاطر رفع فشار از مردم فقیر بلخ، لباس قیمتی خود را که مزین و به جواهرات گرانبهایی بود، با جای مالیات مردم به ولی داد تا به دست حاکم بدهد. ولی نیز این کار را انجام داد. وقتی لباس را نزد حاکم برد، حاکم از او پرسید: این لباس را برای چی اینجا آورده اید؟ ولی گفت: مردم بلخ فقیر و ناتوانند. همسرم لباس قیمتی خود را به جای مالیات آنان داده است. حاکم از اقدام همسر ولی تحت تأثیر قرار گرفت و با ولی گفت: از اهالی شهر بلخ مالیات نگیر و این لباس را به همسرت بازگردان. وقتی لباس به دست همسر ولی رسید، زن از ولی پرسید: آیا حاکم لباس مرا دید؟ ولی در جواب گفت: بله. زن ولی گفت: لباسی که چشم نامحرم آن را دیده، من دیگر نمی پوشم. و این زن با حفاظت و راستکار دستور داد آن لباس را بفروشد و با پول آن مسجد بیرون شهر را مسافران بنا کند. اما در مورد آرینا سعید تا حال کدام اقدام صورت نگرفت است. دیده شود که این حرفا در مورد اسلام در صفات اجتماعی چقدر میتواند در از آن مردم تاثیرگذار باشد. حجاب آینه بی غبار خواست. فیاض نجمی، چینل یوتیوب گپ رفت. ممنون شما که بینندی برنامه ما هستید. مردم من را نگویم.
یا کس نگو یکی مسلمان نیست تو حجاب بخاطر از این باش کم در مورد اسلام در مورد حجاب اگر توی حجاب مرا فکر میکنی که بدن ما بوی بد میده نه خیر نی مشک دهن ما که اگر صبح ما دندان خود را برس نکنم از دهن کثیف تو که زیادتر و خوشبوتر هستن چون من مسلمان هستم سر به سجده میبونم نماز میخوانم خدا را یاد میکنم مثل تا مانند تو نیستم که تمام بدن خود برای مردم نشان بتم و مردم را جلب جذب کنم یک کمی از خدا حراز داشته باش بیشن و بی‌حیا کسایی که تو را حمایت میکنن اونا از تو بدتر بی‌حیا هستن بی‌شرم هستن کسایی هستن که میخواین که افغانستان هم مسلمان بودن و بدنام بسازن تو اصلا از افغانستان نیستی من میشرم که تو را بگویم از افغانستان هستی یک زن افغان هستی لعنت خدا بر سرت لعنت خدا بر سر فامیلت که تو را تشویق میکنه لعنت خدا بر سر کسایی که حامی تو هستن و امروز آمدی حجاب ما را اهانت به حجاب ما میکنی عزیزم حجاب کردن همت میخواد شجاعت میخواد غیرت میخواد عزت میخواد که متاسفانه تو نه عزت داری نه غیرت داری نه شهامت داری فصل خدا خداوند شرماندید و امی که برهنه ظاهر میشی در یک مملکت اسلامی با موهای باز با بدن برهنه و با اون لباسی که تو میپوشی شخصا خودم یک زن هستم میشرمم به چی میشرمم؟ به ایک یک امجنس خودم میبینم اقدر حقیر هست که در بین مردها ظاهر میشن و در پرده های تلویزیون و میدیا با این رقص و آوازخانی بدن خودش شو میکنه برای مردم عزیزم برو اول کمی نزاکت یاد بگی عزت معنایش بفهم چی هست حجاب را بفهم امیر خداوند لایق نیده تو را که تو حداقل یک حجاب داشته باشی پس ببین فرق بین تو و یک زن مسلمان بسیار زیاد است بسیار زیاد است چون خداوند لایق امی بدبختی و بیچارگی و بی عزتی تو را دیده زمانی که تو میخوای نام حجاب را به زبان بیاری باید 7 بار دهن کسیف تا بشویی تا نام اجاب ما را به زبان بگیریم من 2 روز از میخوایم لایو این دوستای عزیز نتانستم چون کم مصروف بودم و حالا جای برای یک جلسه روان بودم خواستم پیشتر از او لایو بیم و حداقل امی صدای خود بلند کنم که توی امروز که اهانت میکنی یا لبخند یا یک شکل بسیار ریشخندی بالای اجاب ما میکنی که میگی که بدن ما بوی تعفن میده بوی بد میده عزیزم تو خودت گنده هستی عزیزم تو خودت بدبخت هستی کسایی که در فیسبوک در کامنتی که من برشان شیر کرده بودم من ویدیوشانم از دوستای نزدیک من بودن که گفتن که شما زن ستیزی میکنی نخیر نی زمانی که برای حجاب ما کسی توهین کنه به مسلمان بودن ما اگر خواهر ما باشم مادر ما باشم علیش ایستادگی میکنم چون حق مسلم ما است چون مسلمان هستم باید از حجاب خود دفاع کنم دوستای عزیز آیا با این حجابی که ما ظاهر میشیم با این حجابی که دختر خانمایی که در افغانستان هستن آیا ما بد هستیم آیا این حجاب با نشان بد اخلاقی ما هست که خانم آریانای رقاصه که شب روزش در رقاصه گری تیر میشه شب روزش با شو کردن بدنش بر روی سجا تیر میشه آمده به حجاب اسلامی ما توهین میکنم اگر این آریانا سعید غیرت داره همت داره دوباره بیایم این حرف خودت تکرار کنه که بگه که مشخصا ایره بر دخترای افغانستان بر زنای افغانستان گفته به خدا قسم میخورم با همین تنها بودن خود در مقابل از این رقاصه حساب میشم و با دانش یک مشت محکم میزنم که تا یادش باشه دیگه هیچ وقت بر حجاب اسلامی بر زنای با عزت افغانستان هیچ وقت توهین نکنم تو یک افغان نیستی تو کسی هستی که شب روز در رقاصه گری تیر میشه تو کسی هستی که بدنت هم میفروشی تن فروشی میکنی از تن فروشی تو پول پیدا میکنی آمدی با دهن کثیفت با او جسم گندیت با او قد پخشت با او موهای ساختگی تو با او لبای ساختگی تو آمدی بالای زنای افغانستان توهین میکنی یعنی چی؟ بد اخلاق زن بی حیا بی شرم از برکت شما بدبخت ها و بد اخلاق ها هست که امروز افغانستان سردچار سیلاب و بدبختی ها شده میدیا بر ما یکان ویدیو روان میشه که سر حجاب اسلامی صحبت کردن و مسخره و تمسخر سر حجاب کرده که خانمای افغان که در زیر چادر بیبی میباشن و حجاب بسر دارن یعنی تعفن دارن زیر حجاب ما امروز بر شما چند کلمه را درباره از این شیشنگی یا این کثافت خانم که